بسم الله الرحمن الرحیم. اگه خاطرتون باشه ما توی جلسات گذشته در مورد شبکه های NGN صحبت کردیم و دیدیم که توی شبکه های نسل جدید روال بر این است که شبکه بتونه حامل اطلاعات صدا، تصویر و دیتای مورد نیاز مشترکین باشه و یک پارچه شدن بستر انتقال شبکه معناش اینه که امکان ارائه خدمات و کیفیت مورد نیاز برای سرویس‌های مختلف توی شبکه باید به خوبی امکان پذیر باشه. مثلا اگر وایس بخواد توی شبکه حمل بشه، کیفیت مورد انتظار ما برای اینکه وایس تو شبکه جابجا بشه خیلی متفاوته با موقعی که یه بسته مربوط به مثلا چک کردن ایمیل توی شبکه میخواد جابجا شه. به همین دلیل موضوع بحثی که ما یه مدتی رو بهش خواهیم پرداخت کیفیت سرویس توی شبکه است. یه ذره میخواهیم دقیق‌تر آشنا بشیم با اینکه کیفیت سرویس توی شبکه مؤلفه‌های مهمش چیه و برای فراهم شدن کیفیت سرویس مناسب چه استراتژی‌هایی توی شبکه اتخاذ میشه. توی مقدمه بحث باید این تأکید رو من بکنم که اصولاً شبکه‌های پکت بیست و مخصوصاً شبکه‌های مبتنی بر IP هدف اصلی طراحی اولیه‌شون این نبوده که امکان ارائه خدمات دارای کیفیت سرویس متفاوت رو پشتیبانی کنن. هدف اصلی طراحان تو شبکه IP این بوده که شبکه‌ای درست کنن که بتونه با کیفیت خوبی در حد قابل قبول پکت‌ها رو از یه نقطه به یه نقطه جابجا کنه. با توجه به این تحول جدی که در شبکه ها ایجاد شده و انواع اقسام سرویس های جدید توی شبکه میخواد فراهم بشه بسترش و این سرویس های جدید نیازشون به این که کیفیت های متفاوتی از سرویس رو به مشترکین بدن خیلی خیلی جدی است، لذا مقدار خیلی زیادی توی دهه های اخیر، یکی دو دهه اخیر تلاش شده راجع به این که ببینن کیفیت سرویس رو به صورت عمومی توی شبکه های بسته‌ای و به طور خاص توی شبکه های IP بیس چطوری باید فراهم کنه. یکی از راه های خیلی خیلی مشهور توی ایجاد کیفیت سرویس اوور پروویژنینگ هست. اوور پروویژنینگ یعنی چی؟ یعنی این که مثلا من نگاه میکنم میبینم که کیفیت مناسب تروپوت رو تو شبکه ندارم، میگم خب پهنای باندمون رو بریم افزایش بدیم. میبینم که کیفیت پکت لاست شبکه خوب نیست، میگم پهنای باند رو زیاد کنیم. میگم که ظرفیت پردازش شبکه به نوعی نیست که بتونه گارانتی خوبی راجع به دیلی ایجاد بکنه، میگیم بریم راوتر بزرگتر بخریم. توی خیلی از مواقع اوور پروویژنینگ که معناش هزینه بیشتر توی سخت افزار یا پهنای باند مورد نیاز شبکه هست، تأثیراتی توی عملکرد شبکه داره ولی لزوماً مسئله رو به صورت بنیادی حل نمی‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه توی بسیاری از موارد اون مشکل و مسئله‌ای که ما توی شبکه داریم به ترافیک شبکه و مفاهیمی مثل ازدحام توی شبکه مربوط میشه و این ازدحام توی شبکه ممکنه که به عنوان یه مسکن افزایش پهنای باند یا افزایش ظرفیت پردازش براش خوب عمل کنه، اما خیلی وقتا راه حلای بهتر و مناسبتری رو ممکنه برای این مسئله و مشکلات بشه ارائه کرد. یکی از نکته های نسبتاً مهمم اینه که خیلی وقتا افزایش پهنای باند
تأثیر توی پارامترهایی مثل تروپوت داره، ولی اثرگذاریش توی بعضی از پارامترها مثل کنترل جیتر خیلی جدی نیست و برای کنترل جیتر باید یه مکانیزم های خیلی پیچیده تری رو توی شبکه ما در پیش بگیریم. در نتیجه اوور پروویژن کردن، خرج زیادی تو هاردویر کردن، خرج زیادی تو پهنای باند کردن میتونه خیلی مواقع راه حل موقتی خوبی باشه، ولی راه حل های دائمی باید یک کمی عمیق‌تر بپردازن به اینکه اصولاً ما تو شبکه چه کار می‌خوایم بکنیم، برای انجام اون کار ابزارهامون چیه و برای استفاده از اون ابزارها چه ساختارهایی مورد نیاز هستن. بعضی از اپلیکیشن‌های خیلی مهمی که وقتی به سمت کاربری بسته ای یا استفاده از آی پی توی شبکه در حال پیش رفتن هستن، وایس اوور آی پی و گرید کامپیوتینگ هستن. وایس اوور آی پی بحثش رو مفصل توی حوزه NGN ما هم داشتیم. گرید کامپیوتینگ هم یه حوزه ایست که در اون تلاش میشه که ظرفیت های پردازشی کامپیوترهایی که لزوماً در یه نقطه متمرکز نیستن با یکدیگر به اشتراک گذاشته بشه. یعنی شما اپلیکیشن هایی داشته باشین که این اپلیکیشن ها موقعی که احتیاج به پردازنده های کامپیوتری دارن، این پردازنده هاشون رو بتونن از مجموعه ای از پردازنده ها که در نقاط مختلف یک کشور یا در نقاط مختلف یک شهر قرار دارن استفاده کنن به عنوان ریسورس. در نتیجه اگر اینجوری باشه که شما یه اپلیکیشن داشته باشین که این بخواد توی 10 تا نقطه مختلف توی کشور همزمان اجرا بشه، حالا برای اینکه پرفورمنس مناسب از این اپلیکیشنتون بگیرین، خیلی وقتا نیاز دارین که این 10 تا نود با همدیگه یه داده هایو تبادل کنن و تبادل داده ها روی بستر نتورک صورت میگیره، ولی چون این تبادل داده ها در سرعت پردازشی نهایی اپلیکیشن شما خیلی تأثیر داره، خیلی مهمه که این داده ها با چه نرخی و با چه پارامترهای کیفیت سرویسی بین این نودها دارن جابجا میشن. در نتیجه گرید کامپیوتینگ هم جزو اون اپلیکیشن هاییه که انتظارات خیلی سختی رو از نتورک زیرش ممکنه داشته باشه و اینا مثالایی هن از کاربردهایی که برای شبکه آی پی اصولاً نیازمندی هایی رو توسط این اپلیکیشن ما مطرح میکنیم که از اولش قرار نبوده اونجوری به آی پی فکر بشه، یعنی آی پی دیزاین نشده بوده واسه اینکه همچین مسئله هایی بهش پاسخ بده. منتها همونطور که توی ادامه این بحث خواهیم دید، تلاش های زیاد و موفقیت آمیزی انجام شده که بشه توی شبکه های مبتنی بر آی پی هم کیفیت سرویس خوبی رو ایجاد کرد. یه نکته خیلی مهمه دیگه هم که باید بهش اشاره کنم اینه که عنوان این مجموعه از درس یا این بخش از درس که خدمتتون دارم عرض میکنم کیفیت سرویس هست و کیفیت سرویس فقط در مورد شبکه های آی پی و پردازش های لایه سه ای و مسائل راوتینگ و امثال هم نیست. کوالیتی آف سرویس یه مفهوم خیلی عام هست و در حوزه های بسیار جدی دیگری کاربردهای خیلی خیلی مهم داره. مثلا به عنوان مثال توی شبکه های وایرلس بحث داشتن کیفیت سرویس توی استانداردهای مختلف مک خیلی خیلی جدی بوده و هست. یه مثالش IEEE 811E هست که استانداردیه که مکانیزم های سرویس دیفرنشیشن توی وایرلس لن ها رو بیان میکنه. توی شبکه های نسل 3 و نسل 4 کیفیت سرویس مسئله خیلی خیلی مهم هست. تو طراحی این شبکه ها از لایه فای تا لایه های کنترلیش بحث کیفیت سرویس به صورت خیلی جدی در نظر گرفته شده و میشه و یه مسئله خیلی کریتیکال هست که توی انواع اقسام اپلیکیشن های مختلف چه تو وایرلس چه تو وایرد مورد توجه قرار گرفته. توی حوزه شبکه های نوری هم من فکر کنم مفصل و خدمتتون راجع به بحث کیفیت سرویس بحث کردم. توی شبکه های تواندوری کیفیت سرویس شاخصه هاش مهمترین شاخصه هاش در واقع
نرخ داده‌ای که میشه از شبکه گرفت و سرعت‌های مناسب برای پروتکشن، حفاظت و ریلایبیلیتی که تو شبکه میتونیم داشته باشیم. به همین جهت بحث کیفیت سرویس هم یه بحث خیلی عامی هست، هم توی حوزه‌های مختلف کاربرد داره. ما توی این مجموعه بحثایی که خواهیم داشت یه ذره متمرکزیم به کیفیت سرویس در شبکه‌های پکت بیسد و با ملاحظات نتورک لول. خیلی من اینجا الان راجع به کانسپت‌های مکوفای خیلی نمیخوام وارد بشم و راجع بهش صحبت کنم، ولی میخوام توجه شما رو همین ابتدای بحث به این جلب بکنم که ملاحظات کوالتی آف سرویس تأثیرات خیلی جدی توی مکوفای هم میتونن داشته باشن و به همین جهت باید توازن باشه که کوالتی آف سرویس انواع اقسام تأثیرات رو توی لایه‌های مختلف شبکه خواهد داشت. بله. اولا تو همون فای من مثال بزنم، حالا مثال خیلی بارز فای اینه که شما ممکنه بگین من میخوام مثلا مکانیزمایی داشته باشم که کاربرای مختلفی که توی سیستم دارم نرخ بیت متفاوتی رو بتونن جابجا کنن، در نتیجه ریسورسی از سیستم که در اختیار یه کاربر میذارم با یه کاربر دیگه متفاوته. در ساده ترین حالتش میشه ریسورس تایم فرکانس مختلف به یوزر را دادن باشه. ها، پس از همون بیس لایه فای شما میتونین کیفیت سرویس مختلف به کاربر بدین. یه لایه بالاترش میشه مسئله مک، اینکه تو لایه مک من آیا میخوام بین یوزرام تفاوتی قائل بشم یا نه. مثال خیلی ساده شو که یادتون باشه من تو درس شبکه براتون گفتم، مثال توکن رینگ بود، نمیدونم یادتون یا نه. تو توکن رینگ توکن میتونست پرایوریتی داشته باشه و اون کسی که پرایوریتی بالاتری داره اولویت مهمتری در دسترسی به کانال خواهد داشت. شبیه این ممکنه که توی قواعد دیگر مک پیاده سازی بشه. من حالا باز این مثالی که شاید خود شما بیشتر باش آشنا بشین، مثلا توی شبکه های نوری که بر مبنای OCDMA هستن، شما ممکنه با اختصاص دادن لول پاور متفاوت به یوزرها پرفورمنس بهتری توی هنگام آشکارسازی تو تداخل چنگانه به یکی بدی، بگی این پاور بیشتری من بهش اجازه میدم بفرسته، در نتیجه موقعی که تداخل ایجاد میشه شانس این که این سیگنال شاید دست بده خیلی کمتر از اون یکی که توان کمتری داره. در نتیجه اصولاً یه مفهومیه که شما وقتی میخوای یا یه چیزی رو تضمین کنی یا یه تفاوتی بین کاربرا بگذاری، تأثیراتش از لایه فای تا لایه اپلیکیشن میتونه خودشو نشون بده. واقعیتش اینه که تعبیر کیفیت سرویس یه تعبیر خیلی عام هست، همونطوری که من قبلا تو درس شبکه‌ام به شما عرض کرده بودم. ببینید مثلا موقعی که شما از یه نفر بپرسین کیفیت سرویس توی یه شبکه چیه، مثلا به عنوان مثال خیلی ساده، مثلا از یه نفری که مثلا داره خدمات مخابراتی اینترنتی میگیره از شرکت مخابراتی استان تهران مثلا، یا از نمیدونم شرکت ISP شاتل یا هرچی، وقتی بگین کیفیت سرویس چجوریه، ممکنه یکی از شاخصهای کیفیت سرویس از نظرش این باشه که وقتی من یه سوالی دارم یه مشکل دارم زنگ میزنم اون اپراتوره با من چجوری صحبت میکنه، اصلا گوشی رو برمیداره یا برنمیداره، چقدر طول میکشه من پشت خطم، وقتی که به نوبت میرسه چقدر پاسخ منو خوب میده یا نمیده. واقعا از ذهن کاربر اینم یه جزئی از کیفیت سرویسیه که داره مشاهده میکنه. خب یا مثلا ممکنه به نظرش بیاد که وقتی من زنگ میزنم سرویس هم سفارش میدم چند وقت بعدش میاد دستگاه بر من نصب میکنه و راه میندازه، اینم یه شاخص کیفیت سرویس. تعریف کیفیت سرویس به معنی اصطلاح عام توی اپلیکیشن های مختلف خیلی متفاوته. اینجا توی این بحث تمرکز من در حوزه شبکه است و نگاه هم فعلا فقط تکنیکاله، در چه مسائل غیر تکنیکالی که در این حال خیلی هم مهم هستن رو دارم میذارم کنار. باز یه مثال دیگه خیلی بارز کیفیت سرویس اینه که مثلا یه کسی بگه قیمت کی ارزونتره، در چه معلومه که من برم از اون بگیرم بهتره دیگه، میارزه کیفیت سرویس من. یکی داره پهنای باند دومگو میفروشه ماهی 20000 تومان، یکی دیگه دومگو میفروشه ماهی 15000 تومان، پس من برم از اون 15 تومانی میخرم.
کیفیت سرویس همون دومگه ولی بر من بهتر میاد. من به این پارامتر الان تو این درس کاری ندارم. از نگاه کاربران با پرسپکتیو فنی سه تا حوزه مهم توی شاخص‌های کیفیت سرویس رو میشه در واقع به صورت خیلی واضح و روشن بهش اشاره کرد. یکی از گروه‌ها ویژگی‌های جابجایی داده هاست یا دیتا ترانسپورت، مثل اینکه شما ماکسیموم ریتی که دیتاتون جابجا میشه چقدره، مینیممش چقدره، متوسطش چقدره و امثال. یه گروه دیگه پارامترهای زمانی جابجایی داده هاست، مثلا دیلی پکت ها چقدره، ماکسیموم دیلی چقدره، مینیممش چقدره، متوسطش چقدره و همینطور جیتر. با جیتر هم بر حسب زمان میتونه متفاوت باشه، ماکسیموم مینیمم داشته باشه، متوسط داشته باشه. اینجور پارامترها میشن پارامترهای حوزه زمان، اینجور پارامترها حوزه تروپوت یا ترانسپورت هست. یه سری هم پارامترهایی هست که اصطلاحاً بهشون میگن پارامترهای پرفورمنس یا کارایی. اینا مثلا لینک اویلیبیلیتی که یه لینک چه مدت در طول بازه زمانی مشخص اوتیج داره، قابل دسترس نیست. چند درصد بسته هایی که در حال جابجا شدن هستن توی یه شبکه یا توی یه لینک از دست میرن؟ چند درصد بسته ها هستن که از یه اندازه مشخصی نرخ ارور بیشتری توشون هست و امثالو. اینا میشن پارامترهای در واقع پرفورمنسی. یه نکته خیلی مهمی که خوبه همینجا بهش اشاره کنم اینه که در بیشتر نگاه های در واقع کیفیت سرویس معمولا به نظر آدم ها میاد که وقتی راجع به کیفیت سرویس صحبت میکنن راجع به این اولی هست، در صورتی که در واقع هم این جزء پارامترهای یا این گروه جزء پارامترهای خیلی مهمه، هم این گروه. و این نکته کلیدی دیگه اینه که در بسیاری از کاربری ها این سه گروه عملکردهای مستقل از هم میتونن داشته باشن. یعنی شما ممکنه شبکه‌ای داشته باشین که نرخ گذردهی خیلی خوبی داشته باشه ولی در این حال پکت لاس زیادی هم داشته باشه یا کم، نرخ گذردهی خیلی کمی داشته باشین ولی پکت لاستون خیلی کم باشه یا زیاد باشه. جیتر شما ممکنه در خیلی از موارد به تروپوت شما کاری نداشته باشه. جیتر از یه عوامل دیگه تو شبکه ناشی میشه که تروپوت لزوماً به اون عوامل ممکنه بستگی نداشته باشه. آنچه من تأکید جدی روش میخوام بکنم این نیست که اینها همیشه مستقل هستن، بلکه تأکید رو اینه که میتونن مستقل باشن. خیلی و واقع ممکنه شما برید نگاه کنید ببینید دلیل این که مثلا شما پکت لاس دارین اینه که یه جایی کانجسشن دارین که درنچه کانجسشن هم برای شما پکت لاس درست کردن باعث جیتر شده، درنچه روتکازشون یه چیزه و درنچه یک عامل شبکه دوتا نتیجه پرفورمنسی اینجا ایجاد کرده. ولی بعضی وقتا ممکنه اینجوری باشه که روتکاز اینا با هم متفاوت باشه و راه حل های مختلفی داشته باشه برای حل کردن. خب پس اینم تو ذهنمون باشه که اصولا وقتی راجع به کیفیت سرویس صحبت میکنیم معمولا راجع به یکی از این سه تا گروه شاخص صحبت میکنیم. بحث کیفیت سرویس توی شبکه های بسته ای یه بخش خیلی خوبی از توسعهش مربوط میشه به زمانی که استانداردهای ATM در حال توسعه بوده. همونطور که میدونین ATM یه تکنولوژی است که موقعی که داشت توسعه پیدا میکرد یه هدف خیلی بزرگ در ذهن توسعه دهندگانشون بود و اون این بود که شبکه‌ای رو بتونن درست بکنن، مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و استانداردها و زیرساخت‌ها که یک شبکه قادر به ارائه یک رنج وسیعی از سرویس‌های مورد نیاز اپراتورهای مخابراتی با کیفیت های سرویس خیلی متفاوت باشه، از خدمات وایس تا ویدئو تا دیتا و انواع مختلفش توسط اپراتور بتونه بر مبنای ATM داده بشه. لذا اصولا ATM از همون بعد و تولدش یه نگاه جدی به کیفیت سرویس توش مطرح بود، برای اینکه میخواست بسته های داده رو جا به جا بکنه، بسته های وایس هم جا به جا بکنه و همون اولش دیزاینر ها میدونستن که وایس و دیتا اصلا پارامترهای مثل همین رو تو شبکه لازم نداره. توی ATM چند تا اصل خیلی مهم و طراحاش
به نظرشون رسید که باید تو ابتدای کار در نظر بگیرن و همون ابتدای کار محکم پاش وایسادن و ATM و شالودش رو بر مبنای این ستون ها بنا گذاشتن. یکی از اون شالوده های خیلی مهم تو ATM اینه که سرویس های ATM کانکشن اورینتده. اگه خاطرتون باشه من قبلا توی درس شبکه هم راجع به این باهاتون صحبت کردم. کانکشن اورینتد بودن معناش توی ATM اینه که شما برای داشتن یه سرویس ارتباطی توی ATM لازمه که یه ستاپ اولیه توی نتورک انجام بشه و نودایی توی شبکه با همدیگه مذاکراتی رو انجام بدن که نتیجهش این باشه که یه ویرچوال سرکت end-to-end توی شبکه برای شما درست بشه. حالا که این ویرچوال سرکت end-to-end میخواد درست بشه، این ویرچوال سرکت باید پاسخگوی نیازهایی باشه که اون مصرف کننده مورد نظرش بوده. مثلا مصرف کننده میگه من میخوام یه کانکشن داشته باشم از تهران به مشهد با نرخ 5 مگابیت در ثانیه. نودای end-to-end شبکه از تهران تا مشهد همه باید با هم موافق باشن که میتونن 5 مگابیت پر ثانیه سرویس رو به این نیاز من بدن. حالا که اینا میخوان با هم موافق باشن، اون ستاپ اولیه که انجام شد، همه این نودا باید یه مقداری از منابعشون رو در اختیار من بذارن که مطمئن بشن که این 5 مگابیت رو اگه من خواستم به من میدن دیگه، درست؟ درنچه اصولاً توی ATM یه مفهوم خیلی خیلی مهم مفهوم کال ادمیشن کنترله. کال ادمیشن کنترل مکانیزمیه که توی اون مکانیزم نودای شبکه باید با همدیگه صحبت کنن و بررسی کنن و تایید کنن که آیا میتوانند خدمات مورد نیاز اون ارتباط رو فراهم کنن، آیا میتونن از تهران به مشهد 5 مگابیت پر سکند ریسورس در اختیار یک کاربر بذارن یا نمیتونن. این فرایند که نتیجه مذاکره بین الزامات، نیازمندی های مشتری و آنچه در شبکه موجود است، این تعامله در واقع فرایندیه که توسط کال ادمیشن کنترل و حوزه کال ادمیشن کنترل یا کک توی ATM خیلی در واقع بحث شده راجبش و من یک کمی راجبش امروز میخوام خدمتتون توضیح بدم. ولی نکته خیلی مهمی که میخواستم ابتدای بحث کیفیت سرویس رو بهش صحبت کنیم اینه که توی ATM این مسئله رو اینجوری حل کردن. گفتم ببین اگه من میخوام کیفیت سرویس توی شبکه داشته باشم، معناش اینه باید نودای شبکه با هم دیگه موافق باشن و تضمین کنن که آنچه مورد نیاز مشتری هست رو در اختیارش میگذارن. در نتیجه ما حتما باید توی شبکه کانکشن اورینتد باشیم و حتما باید یه مکانیزم داشته باشیم برای پذیرفتن یه دونه سرویس یا کنترل اینکه چه کسی میخواد توی شبکه بیاد. اگر پذیرفتیم گارانتیش هم بکنیم، اگر نمیتونیم بپذیریم قبول نکنیم ترافیکش بیاد تو شبکه. این منطق به صورت بنیادین با منطق نگاه دیزاینرهای شبکه های کانکشنلس از جمله آی پی متفاوت بوده. تو شبکه آی پی اصلا مفهومی به نام این که آیا من میپذیرم یه بسته بیاد تو شبکه یا نه وجود نداره. بسته ها میان توی شبکه یا توی شبکه فوروارد میشن به مقصد میرسن یا یه جاهای ازدحام میشه بسته ها دراپ میشن، ولی این که من آیا از اول قول دادم یا ندادم به کسی، ریسورس دادم یا ندادم، لااقل در اوریجینال دیزاین آی پی اصلا مطرح نبوده، ولی تو ATM از ابتدا بیس کار در واقع بوده. توی ATM همونطوری که خدمتتون قبلا عرض کرده بودم، چهار مدل سرویس تعریف شده و این مدل‌های سرویس مدل‌هاییه که نودای شبکه و اون سرویس گیرنده ها باید در خصوص این که چه مدل سرویسی می‌خواهد بین اینها تبادل بشود، یعنی اون مصرف کننده شبکه چه نوع سرویسی از شبکه می‌خواد و پارامتر اون سرویس چی هست، قبل از ایجاد سرویس یا فراهم شدن بستر ارتباطی توافق. چهار مدل مهم سرویس های اینترنت ATM این چهار مدله. یه مدل سرویسیه که بهش میگن CBR یا Constant Bitrate. توی Constant Bitrate همونطور که از اسمش پیداست، شبکه قول میده که نرخ بیت ثابت با جیتر بسیار بسیار کم و کنترل شده رو در اختیار کاربر بگذاره، چیزی که از نظر کاربر شبیه دریافت یه سرویس TDMI برای ترانسپورت هست. واضحه که وقتی توی شبکه ATM ریسورسی میخواد در
اختیار یک ارتباط گذاشته بشه و نوع نیاز اون ارتباط CBR هست، همه منابع شبکه در تمام طول مسیر باید ددیکیت بشن به اون ظرفیت مورد نیاز. یعنی اگه یه نفری بگه من 5 مگابیت سرویس میخوام برای تهران مشهد از یه شبکه ATM، واقعا برای یه سرویس CBR باید 5 مگابیت از تمام بندیست تمام نودای شبکه از تهران تا مشهد ددیکیت بشه به این کار. خب یه مدل دیگه سرویس هایی که شبکه به کاربرا ممکنه بده و سرویس هایی که به نام VBR شناخته میشن. سرویس های VBR سرویس هایی هستند که توش شبکه برای کاربر متوسط پهنای باند رو گارانتی میکنه. یعنی میگه من به تو اجازه میدم که مثلا متوسط 2 مگابیت پر سکند رو توی شبکه جابجا بکنی. در این حال اجازه میده به کاربر که بعضی وقتا برای مدت محدودی ترافیکش بیش از این هم بشه. این مشخصا برای سرویس های مورد نیاز شبکه های ویدئویی طراحی شده، چون ویدئو به عنوان یکی از کاربری های مهم نتورک در بسیاری از مدل های کودینگش نرخ بیت ریتش بر حسب زمان ثابت نیست. یعنی برید نگاه بکنین میبینین اگر که این محور زمان باشه و این محور نرخ بیت مورد نیاز باشه، میبینین که یه همچین حالت هایی ممکنه وجود داشته باشه. این نوع ترافیک وقتی از یه شبکه میخواد عبور بکنه، اگه بیاد و ریسورس CBR از شبکه بگیره، یعنی بگه من میخوام از شبکه ریسورس بگیرم و به اندازه پیکش از شبکه ریسورس بگیره، در مواقع زمانی زیادی از این نرخ پیکش استفاده نمیکنه. در چه منصفانه نیست و شبکه رو حروم میکنه اگه بخواد یه همچین ترافیکی از شبکه CBR بگیره. لذا طراح شبکه ATM فکر کردن گفتن ما خوبه یه مدل VBR داشته باشیم، توی VBR بگیم ما متوسط رو برای تو گارانتی میکنیم. خب ولی اینجوری نیست که اگه یه پیکی داشتی این پیک شما رو دراپش کنی. به شما اجازه میدیم برای بازه زمانی محدودی یه اندازه مشخصی از بیتو با پیک بالاتر برای ما بفرستی. این میشه مدل سرویس VBR. پس توی VBR شما سعی میکنین که اوریج رو گارانتی کنین، یه مقدار مشخصی از داده رو در بازه‌های زمانی محدودی اوور ریت اوریج یا بیشتر از اون ریت اوریج بپذیرین تو شبکه. و توی VBR هم دو مدل به عنوان مدل‌های ریل تایم و نان ریل تایم توی شبکه ATM تعریف شده. تو مدل ریل تایم شبکه ATM بسیار بسیار در خصوص جیتر پکت‌ها باید ملاحظه داشته باشه و تغییرات تأخیر اند تو اند رو خیلی خیلی دقیق باید کنترل کنه. اما توی مدل نان ریل تایم شما نوع تروپوتی که میخواین اینجوری که خدمتتون عرض کردم هست، اما میزان جیتر در حسب زمان میتونه تغییر بکنه و الزامات جیتر یک کمی آزادانه تر هست. یه مدل دیگه سرویسی که توی ATM تعریف شده سرویس ABR هست یا Available Bitrate. Available Bitrate سرویسیه که توی این مدل شبکه به یه کاربر میگه من حداقل بندویت تو رو برات گارانتی میکنم. مثلا تو یه کانکشن میخوای 2 مگ باشه، من این 2 مگ تو رو گارانتی میکنم که هر وقت تو ترافیک داشتی من به اندازه 2 مگ حداقل به تو سرویس بدم. اما اگر شرایطی پیش آمد که توی شبکه پهنای باند بیشتری در اختیارت میشد باشه، فیدبک به تو داده میشه و اگر تو هم خواستی پهنای باند بیشتری رو مصرف بکنی میتونی ترافیک بیشتری رو به شبکه بفرستی. در واقع ای بی آر یه سرویس خیلی خوبیه برای اینکه اپراتورها بتونن در شرایطی که پهنای باند شبکه کاملا پر نیست، اون بخشی از پهنای باندشون که خالی هست رو مورد بهره برداری قرار بدن تا به یه مشترکی یه فایده‌ای در واقع بتونن ارائه بدن. نهایتا سرویس UBR که اصولا نه در مورد بندویس نه در مورد دیلی و جیتر گارانتی رو ارائه نمیده و در نتیجه UBR سرویس بست افرت شبکه ATM هست که معمولا در طراحی شبکه موقعی که
همه اون ریسورس های لازم به اون سرویس های بالا داده شده باشه و لفت‌اووری وجود داشته باشه، آزاد باشه سرویسی، پهنای باندی یا منابعی اونو در اختیار سرویس های یو بی آر میذاره. طراحای ای تی ام به نظرشون میامده که این چهار مدل پوشش دهی خیلی خوبی به همه نیازهای انواع مختلف شبکه ها خواهد داشت. سرویس هایی مثل وایس که خیلی خیلی تایم سنسیتیو و ریت اسپسیفیک هستن از سی بی آر استفاده میکنن، سرویس های مثل ویدیو از وی بی آر استفاده میکنن، سرویس های دیتا هم جاهایی که لازم باشه که یه کیفیت جدی قابل قبول داشته باشن ای بی آر و جاهایی هم که لازم نیست از یو بی آر استفاده میکنن. در چه تعریف نوع سرویس خیلی جامع بوده برای اینکه انواع اقسام سرویس ها بتونه تو شبکه داده بشه. بفرمایید. خب توی ویدیو جیتر بعضی وقتا میتونه مسئله ساز باشه، بعضی وقتا میتونه مسئله ساز نباشه. من قبلا فکر کنم جواب اینو دادم. کجا هست که توی ویدیو جیتر پارامتر خیلی سنگینی نیست؟ جایی که مثال شدن چی؟ نفهمید. چرا جیتر خیلی مهم نیست موقعی که من دارم یه فیلم یوتیوب رو میبینم؟ چون بافر میکنه گیرنده من. گیرنده من میتونه یه مدتی بافر کنه، در نتیجه جیتر وریشن شبکه اینجوری جبران میشه که من یه مدتی بافر کردم و موقع پلی بک من اسموث پلی بک خواهم داشت. خب اما کجا هست که این کار خیلی نمیشه انجام داد؟ مثل ویدیو کانفرنس. حالا دو نفر میخوام با هم دیگه ویدیو کانفرنس داشته باشن، در نتیجه این سشن لایوه. تو سشن لایف شما نمیتونید بگید خب من که صحبت میکنم یه 15 ثانیه حالا صبر میکنیم اون بر بافر کنه که جیتر شبکه کم بشه بعد پلی بکش رو انجام بده. در نتیجه توی وی بی آر ریل تایم برای اون جاهایی مثل این مثال که در واقع من به صورت زنده دارم صحبت میکنم، در چه صدام تصویرم باید حتما باشه. نان ریل تایم جاهایی که مثلا پلی بک یه استریم ویدئویی شما دوست دارین که بندویس خوبی داشته باشید، ولی تغییرات جیتر رو یه جوری توی گیرنده با بافر کردن میتونید هندل کنید. نه ATM یه مجموعه از تکنولوژی هست که از لایه 2 تا لایه 4 رو پوشش دهی میکنه و درست شده واسه اینکه یه نتورک خیلی خیلی خوبه مالتی پرپس رو درست بکنه. دیزاینرهای ATM توی لایه فیزیکال لیر فرض ابتداییشون این بود که میشینن روی بستر اپتیکال ترانسمیشنی شبیه SDH. در نتیجه اگه یادتون باشه من مکانیزمای مپینگی که برای شما راجع به SDH مطرح کردم بهتون گفتم من انواع مپینگ‌های مختلفی هست که مطرح نمی‌کنم. اونی که براتون میگم اترنت مپینگ روی SDHه، ولی قبل از اترنت مپینگ ATM مپینگ توی SDH خیلی خیلی جدی مطرح بوده و ATM به عنوان کاربر خیلی جدی شبکه های SDH از خدمات SDH جا به جا استفاده میکرد. در چه تا جایی که به نتورک اپراتورها مربوط میشده ATM از لایه 2 تا لایه 4 پوشش میداده، چون لایه ها بالاتر که میشن اپلیکیشن اپراتورها بهش کاری ندارن، لایه فیزیکالش هم همون مکانیزم بکبون اپتیکال رو فرض میکرد. البته ATM میتونه رو بسترهای غیر اپتیکال هم دیپلوی بشه، یعنی شما ممکنه بگین من لایه فیزیکالمو مثلا سیم مسی میذارم، خب میشه یه نتورک ATMی که فیزیکال لیرش کابله. میتونین بگین من میخوام وایرلس انجام بدم. منتها عمده دیپلویمنت ATM چون به عنوان بکبون ترانسپورت روی بکبون ترانسپورت اپراتورها بود، یه زیر ساخت اپراتور لول و رو بستر مخابرات نوری درست شد. بله. اصلا ATM کلن همه چیز کانکشن اورینتده. چرا برای یه چیزی مثل UBR هم باز کانکشن اورینتده؟ برای اینکه مکانیزم های مسیریابی توی ATM اصولا بر مبنای نگاه کردن به VPI نامبر و VCI نامبر. یادتونه تو شبکه بحث رو کردیم، چون VPI VCI باید توی شبکه ست شده باشه، یعنی end to end path مشخص شده باشه، همیشه شما یه دونه کانکشن ستاپ رو دارید.
منتها وقتی یو بی آره کانکشن ستاپتون فقط داره پس رو مشخص میکنه، هیچ ریسورس رزرویشنی رو انجام نمیده. اما وقتی سی بی آر مثلا هست، هم پس هم ریسورس رزرویشن خیلی خیلی جدی روی تک تک نود داره اعمال میشه. توی ATM انواع مختلف پارامتر، من یه بار دیگه اینجا بیارم بهتون بگم، ببینیم پارامترهایی که من گفتم معمولا گفتم تو سه دستن دیگه، پارامترهای دیتا ترانسپورت، پارامترهای زمانی و پارامترهای پرفورمنسی. حالا نکنیم ببینیم تو ATM من مثالهایی از پارامترهای کیفیت سرویس رو اینجا آوردم. مثلا پیک سل ریت، ماکسیموم سرعت جابجایی سل ها، ساستین سل ریت یا نرخ متوسط جابجایی یا ترانسپورت سل ها، مینیمم سل ریت یا ام سی آر. ببینیم مثلا این سه تا میشن نوع پارامترهای تروپوتی شبکه ATM. این دوتا میشن پارامترهای زمانی مثل سل ترانسفر دیلی و سل دیلی وریشن، این میشه جیتر سل ها، اینم میشه دیلی سل ها. نکته خیلی مهمی که من میخوام عرض کنم اینه ATM این پارامترهای کیفیت سرویس رو میاد تعریف میکنه و بعد موقعی که یوزر میخواد با شبکه صحبت بکنه بستگی به اینکه کدوم یکی از این نوع سرویس ها رو میخواد داشته باشه، مقدار اون وریابل ها توی اون سرویس باید با شبکه نگوشیت بشه. مثلا مثال میزنم، مثلا نکنین ABR اگه میگه من مینیمم ریت هم گارانتی میکنم، یعنی نود با شبکه صحبت میکنه میگه من انتظار دارم از شبکه که MCR من مثلا باشه اینقدر، یا اونجایی که میخواد مثلا تو سرویس VBR بگه من اوریج ریت رو گارانتی میکنم، یعنی اینکه سرویس گیرنده به شبکه میگه من SCR هم میخوام باشه اینقدر، مقدارش رو با شبکه چک میکنه و فیکس میکنه. مثلا توی مثال CBR این سه تا عدد باید مثل هم باشه و حتما کاربر با شبکه باید نگوشیت کنه بگه من میخوام پیک و متوسط و مینیمم همه باشه یه عدد و این نرخ رو از تو میخوام، که این معنیش اینه که نرخ کانستنت میخواد، سل دیلی وریشن بسیار بسیار کم میخوام، کمتر از مثلا فلان قد. در چه موقعی که داریم توی شبکه ATM راجع به پارامترهای کیفیت سرویس صحبت میکنیم، نوع خدماتی که من توی اسلاید قبل به شما گفتم ترجمه میشه به یه مقادیری از این پارامترها، یعنی میگیم این پارامتر مقدارش این، این پارامتر مقدارش این، این پارامتر مقدارش این، این پارامتر رنجش بین این و این. خب این میشه ست شدن نوع سرویسی که شما توی شبکه انتظار دارین از شبکه بگیرین و وقت شبکه باید حالا ببینیم که چگونه میتونه تضمین کنه یه همچین چیزی و از کجا بفهمه که این کار میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه، میشه هنر دیزاین شبکه. یه نکته ای که من خوبه یه تذکری راجع بهش بدم و توی بحث کیفیت سرویس مهم هست اینه که یکی از بحثای بسیار بسیار کلیدی در بررسی کیفیت سرویس نودها و تضمینش موضوعیه که به نام تحلیل رفتار ترافیکی یا مدل شدن رفتار ترافیکی نودها و شبکه شناخته میشه. اصولا شما موقعی که میخواین تحلیل کنین یه شبکه رو یا مدل سازیش کنین، سیمولیشن انجام بدین، یه کار خیلی مهم اینه که تا جایی که ممکنه شبکتون به دنیای واقعیت نزدیک باشه. یکی از پارامترهای واقعی سازی شبکه اینه که ترافیک شبکه بر حسب زمان چگونه داره تغییر میکنه، مدل ترافیک در واقع چی هست، نوع تغییرات رفتار ترافیکی میتونه تأثیرات بسیار بسیار جدی تو عملکرد شبکه داشته باشه و این نوع رفتار ترافیکی فهمیدنش و در نظر گرفتن ملاحظش یک کار خیلی مهمه تضمین کیفیت سرویسه. توی مدل سازی ترافیک یکی از روش‌های خیلی مشهور مدل سازی بسته ای یا در سطح بسته است یا پکت لول مدل. پکت لول مدل ها میان سعی میکنند زمان بین بسته ها و سایز بسته ها رو سعی میکنن مدل سازی کنن، بگن ما بسته هامون تو چه فاصله های زمانی از هم میان و موقعی که میان طولاشون تو چه رنجایی داره تغییر میکنه. انواع اقسام مدل ها برای این کار مطرح شده، مدل های پواسون، مدل های برنولی، مدل های بر اساس مارکوف مدل
و مدل های ماجولیتد مارکوف مدل که بر اساس فرآیندهای پواسون در واقع ماجولیت شدن و همسالم. در چه اصولا حوزه ترافیک مدلینگ حوزه خیلی وسیعیه، خیلی خیلی کارهای زیادی روش انجام شده و انواع اقسام مدل های استیشنری توش مطرح هست و کار میشه، راجع بهش بحث میشه. اما نکته خیلی جالب اینه که خیلی از مشاهدات دنیای واقعی نشون میده که بسیاری از وقتها ترافیک رفتارش استیشنری نیست، اصلا نان استیشنریه. در چه مدل کردش به معنی فرآیند تصادفی استیشنری بر خودش یه نوع در واقع اپروکسیمیشنه که ممکنه بعضی وقتا خیلی اپروکسیمیشن خوبی نباشه. و یه نکته خیلی مهم دیگه هم اینه که ترافیک لانگ رنج دیپندنسی داره، یعنی در آنالیز ترافیک شما مشاهده میکنین که رفتارش سلف سیمیلاره. من سلف سیمیلاتری ترافیک رو قبلا تو دست شبکه براتون مفصلتر توضیح داده بودم. خلاصه سلف سیمیلاریتی اینه که شما در مورد ترافیک سلف سیمیلار اگه شروع کنین متوسط گرفتن توی یه رنجی از بازه‌های زمانی از ترافیک، این متوسط گیری شما از منحنی رفتار ترافیک باعث نمیشه که واریانسش کاهش پیدا بکنه. یعنی ترافیک توی یه رنج وسیعی از زمان متوسط گیریش کماکان وریشناشو خیلی حذف نمیکنه و کاهش نمیده. این سلف سیمیلاریتی اثرهای خیلی جدی تو طراحی شبکه میذاره. دو تا از اثرهای خیلی خیلی مهمش، یکی نیاز به بافر سایزهای خیلی بزرگتره. یعنی واقعا اگر شما بر اساس مدل‌های ساده تری طراحی بکنین، طول بافرهایی که باید برای صفحاتون نظر بگیرین خیلی وقتا کافی نیستن برای دنیای واقعی و ترافیک واقعی که میاد صفحاتون با شانس بیشتری نسبت به اونی که شما پیش بینی میکنین اورفلو میشن. و یه نکته دیگه هم اینه که تأخیر و تغییرات تأخیر دنیای واقعی خیلی بیشتر از اونیه که شما تخمین میزدی و اونم باز یه بخشش برمیگرده به همین که مدل ترافیک یه مدل ترافیک سلف سیمیلار هست. البته یکی از کارهای مهمی که ما انجام میدیم و من توضیحشو خواهم داد استفاده از یه فرآیندی به نام ترافیک شیپینگ، که این ترافیک شیپینگ تا حد زیادی تاثیر جدی میذاره روی رفتار ترافیک بر حسب زمان. ولی به هر صورت باید به این نکته توجه داشته باشید که مدل سازی ترافیک واقع گرایانه یکی از اصول بنیادی طراحی کیفیت سرویس تو شبکه است. یعنی هر وقت که دارین راجع به کیفیت سرویس پژوهش میکنین، کار میکنین، به عنوان مهندس باش طرف هستین، مدل ترافیک رو باید خیلی بهش دقت کنین و با مدل های مناسب مسئلتون رو تحلیل کنین و در واقع سعی کنین ازش جواب بگیرین. اگه مدل ترافیکتون مدل خوبی نباشه خیلی وقتا نتایجتون میتونه نتایج نامطلوبی باشه. بله به شدت. یعنی یکی از چیزهای خیلی جدی اینه که اثر لایه های مختلف روی مدل ترافیک میتونه خیلی خیلی جدی باشه. نه، سلف سیمیلاریتی یه مشاهده ایه که اتفاقا بیشتر ابزرویشن های فیزیکال لیریه. منتها نکته ای که من دارم عرض میکنم اینه که میگم بدونین که رفتار سلف سیمیلار توی نتورک قابل مشاهده است. نمیخوام بگم حتما تو کدوم لایه، تو کدوم سناریو، تو کجای خاص، خب، ولی توی خیلی از مواقع رفتار سلف سیمیلاریتی مشاهده میشه. و یه ادوایز کلی اینه که شما موقعی که دارین راجع به کیفیت سرویس تحقیق و پژوهش رو کار میکنین مدل ترافیکی خوب در نظر بگیرید. البته باید اینو تاکید بکنم، من دارم میگم مدل سلف سیمیلار مدل واقعی تریه، اما یه دلیل مهمه این که سلف سیمیلار مدل رو تو خیلی از مواقع در نظر نمیگیرن اینه که ما دوست داریم که بتونیم تحلیلی با مسئله ها برخورد کنیم و دریویشن های آنالیتیکال داشته باشیم و این نوع عمل کرده با ترافیک های سلف سیمیلار خیلی خیلی کار سختیه و از اون نشدنی. در چه میان میگن خیلی خوب ما یه ساده سازی بکنیم، با اون ساده سازی مسئله رو ببریم جلو، لااقل یه تحلیل اولیه پیدا میکنیم به جای اینکه سر نقطه صفر وایسیم تکون نتونیم بخوریم. این یه اسلاید خیلی کلیدیه که من میخوام که یه بخش مهمی از اسلایدهای بعدی به این اسلاید ریفر میکنه. در نتیجه من میخوام خیلی این بیس مطلب رو خوب بهش توجه کنیم.
اصولا مدیریت کیفیت سرویس توی یه شبکه یه فرایند چند جانبه خیلی پیچیده است و برای انجام مناسب این کار ما مجموعه وسیعی از عملکردهای شبکه رو باید بهش دقیق‌تر نگاه کنیم و سعی کنیم که در خصوص اون عملکردها ببینیم مدل خوب رفتاری چیست که نتیجه جدی توی کیفیت سرویس شبکه خواهد گذاشت. اصولاً توی شبکه ما یه سری عملیات داریم که عملیاتی هستند که در لول بسته ها یا پکت ها انجام میشن، یه سری عملیاتی داریم که در لول فلو ها یا کانکشن ها انجام میشن. هر دوی اینا توی شبکه ها کاربرد دارن. بعضی شبکه ها خیلی خیلی اینجوری روی آپریشن های پکت بیستشون تمرکز دارن، یا شبکه هایی که اصولا توشون فلو تعریف نشده، در نتیجه اینایی که اینجا داریم میبینیم خیلی موضوعیتی براشون ندارن. خیلی از شبکه ها هستن که اصولا فلو بیست هستن، مثل شبکه ATM، که در اون صورت شما ملاحظاتی که توی این بس مد نظرمون میشه رو خیلی باید بهش تاکید کنیم. البته حتی در مواردی که ما شبکه های در واقع فلو بیس داریم، بازم از این عملکردها توی شبکه داریم، اینجوری نیست که وقتی فلو بیس باشیم این کار دیگه نمی کنیم. ولی بعضی از عملکردها لایه یا نوع برخوردشون برخوردهایی که به بسته ها چه کنیم، بعضی ها اینه که برای فلو ها که end to end connection هستن چه کنیم. و یه بحثایی هم هست که حتی خیلی خیلی وسیع‌تر و کلانتر، مثل این که اصولا تو شبکه کانجسشن کنترل رو چیکار بکنیم. این نه در لول یه پکت دو پکت، نه در لول یه فلو دو فلو، اصلا کل استراتژی برخورد با کانجسشن توی شبکه رو مد نظر قرار میده. خب حالا اینا چی هستن؟ توی عملیات پر پکت ما یه سری کار داریم توی شبکه که من میخوام راجع به اینا تو اسلاید بعد یه ذره بهتر و دقیق‌تر صحبت کنم. یه چیزی داریم به نام شیپینگ، یه چیزی داریم به نام پولیسینگ، یه چیزی داریم به نام کلاسیفیکیشن، یه چیزی داریم به نام اسکیجولینگ، یه چیزی داریم به نام مدیریت صف یا کیو منیجمنت. اینا مؤلفه هایی هستند که شما وقتی میخواید عملکردهای پر پکت شبکه رو تحلیل کنید باید راجع به اینا یه ذره بیشتر بدونیم که ببینیم اینا چی هستند و چیکار میکنن. عملیات پرفلو چیه؟ ادمیشن کنترل، ریسورس رزرویشن، سیگنالینگ و راوتینگ و مدیریت منابع یا ریسورس منیجمنت. من توی اسلاید بعد میخوام یه ذره راجع به این مفاهیم صحبت کنم و برهم نهاده اینها یه مقداری شاید دیده بهتری راجع به بحث کیفیت سرویس و تلاشی که ما توی شبکه میکنیم برای اینکه به اهدافش برسیم رو بتونه برای شما روشن کنه. ادمیشن کنترل، همونطوری که توی چند دقیقه پیش که در خصوص ATM صحبت میکردم خدمتون عرض کردم، فرایندیه که شما طی اون فرایند میخواید مطمئن بشین که منابع شبکه به اندازه کافی وجود دارن که شما یک در واقع درخواست یک سرویس رو بهش بتونین پاسخ بدین. و اگه اون منابع به اندازه کافی وجود دارن، چگونه اون منابع رو ما کنار بذاریم و در اختیار این مصرف کننده خاصی که الان این سرویس رو میخواد بگذاریم. ادمیشن کنترل، خب مفاهیم پایش شاید خیلی خیلی قدیمیه. توی حوزه در واقع دیتا نتورک ها یه مقدار خوبی ادمیشن کنترل کانسپت های بنیادیش برای توسعه ATM رشد پیدا کرد. و با وجود اینکه ادمیشن کنترل از ابتدای کار اصلا تو شبکه IP معنی نداشت، ولی بعدها همونطور که من خدمتون توضیح خواهم داد، خیلی از مفاهیمی که برای ادمیشن کنترل در واقع توسعه پیدا کرده بود شبکه IP، برای برای ATM توسعه پیدا کرده بود، یواش یواش به شبکه IP هم اطلاق شد و یواش یواش به اونها هم اعمال شد. یه نکته خیلی مهم اینه که ما توی ادمیشن کنترل برای اینکه بتونیم پاسخ مناسب به اون سرویس دهنده رو بدیم، همه المان‌های شبکه‌ای که توی دیتا پث هستن باید موافق باشن.
یعنی ما توی یه شبکه وقتی میخوایم بگیم خب از یه جایی از تو شبکه به یه جایی توی شبکه میخوایم یه سرویس بدیم، اگه این سرویس از این چهار تا نقطه عبور میکنه، هر چهار تا اینا باید اوکی باشن با اون که اون الزامات مورد نیاز اون سرویس رو برآورده کنن. در نتیجه یه مقدار قابل توجهی هم باید اطلاعات توی شبکه بین نودها جابجا بشه و هم فرآیند کالت میشن کنترل فرآیندیه که به وضعیت شبکه برای تصمیم گیریش نیاز داره. به خاطر همینم توی اینجور شبکه ها استیت نتورک خیلی خیلی مهم و کریتیکال و حساسه و باید به صورت خیلی جدی مورد ارزیابی قرار بگیره. منظم باید بدونه اپراتور که شبکهش در چه وضعیتیه که بعد بتونه درخواست های جدید رو ببینه میتونه بپذیره یا نمیتونه بپذیره. یکی از نکته های خیلی مهم اینه که توی الگوریتم های ادمیشن کنترل ما هم برامون مهمه که دقت خوبی داشته باشیم، هم مهمه که سرعت خوبی داشته باشیم، هم سریع بتونیم تصمیم بگیریم که آیا یک سرویس رو میتونیم بپذیریم یا نه، هم اگه تونستیم، اگه گفتیم باشه میپذیریم، با دقت خوبی حرفمون راست باشه. اینجوری نباشه که بگیم خب حالا ما میپذیریم و مثلا 20% مواقع هم حرفمون الکی از آب در میاد و اون قولی که به اون مصرف کننده دادیم و نمیتونیم بهش جامعه عمل بپوشونیم. از دو پرسپکتیو این فرآیند ادمیشن کنترلی ATM رو مدل میکنن. فاندامنتالی اینا خیلی با هم فرق ندارن ولی از دو نگاه مختلفه. یه مدل اینجوریه که میگه که ما بیان برای فرآیند ادمیشن کنترل ببینیم که توصیف یه ترافیک چیه. یه ترافیک میگه من از یه نقطه آی به یه نقطه بی توی شبکه میخوام یه خدمات جابجایی داده رو درخواست کنم از شبکه و یه ویژگی هایی مثلا ساستینسل ریت من میخواد اینقدر باشه، دیلی وریشن من اینقدر میخواد باشه. این میشه توصیف اون درخواست ترافیکی از شبکه. ریسورس های منابع شبکه رو ما باید بدونیم که بگیم اصولا مثلا پهنای باند شبکه تو لینک های مختلفش چقدر، ظرفیت سویچینگ نودای من چقدر، اینا میشن منابع شبکه. نیاز مشترک رو هم باید بدونیم، وضعیت ترافیک بک‌گراند رو هم باید بدونیم. خود این که وضعیت ترافیک بک‌گراند رو بدونیم بر خودش یه مسئله خیلی جدیه، چون ترافیک لزوماً فیکس ریت نیست و بر حسب زمان وریابله، ولی به نوعی توصیفی از ترافیک موجود شبکه رو باید بدونیم و بعد بیایم محاسبه کنیم بگیم که شاخص پرفورمنس ما برای پاسخ دادن به یه همچین ترافیکی توی همچین شبکه‌ای با یه همچین بک‌گراند ترافیکی چقدره؟ آیا من میتونم پرفورمنس متریک‌های خاص اونو برآورده بکنم یا نه؟ این پرفورمنس متریک‌هایی که من محاسبه می‌کنم و اینجا با کیفیت سرویسی که اون میخواد حالا مقایسه میکنم، ببینم آیا اینی که من الان میتونم بهش برسم با اونی که اون گفته با هم مچ میشه یا نمیشه. اگر مچ نمیشد میگم من این ترافیک رو نمیپذیرم، اگه مچ میشد ترافیک رو میپذیرم، acceptance of new connection رو انجام میدم و حالا background ترافیک هم آپدیت میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه حالا که اینو پذیرفتم طبیعتاً یه بخشی از اون ترافیک بک‌گراند من به خاطر پذیرفتن این تغییر خواهد پیدا کرد و برای محاسبه بعدی توی ترافیک ادمیشن کنترل بعدی این تأثیر خواهد گذاشت. این مدل از نگاهه که بگه ما اصولاً فرآیند کال ادمیشن کنترلمون چجوری انجام میشه. یه مدل دیگه نگاه هم اینجوریه، میگه که ما بیایم این کارو بکنیم، ببینیم چه منابعی داریم، چه بک‌گراند ترافیکی داریم، توصیف ترافیک و نیاز کیفیت سرویسش رو هر دو با هم و بیایم ببینیم که آیا منابع لازم برای اینکه به این ترافیک در حضور این بک‌گراند با این کیفیت سرویس با این منابع پاسخ بدیم داریم یا نه. اگر که آمدیم دیدیم که این منابع لازم رو که ما اینجا میخوایم توی شبکه داریم، میگیم که خیلی خوب ترافیک رو میپذیریم و میریم بک‌گراند ترافیک آپدیت میکنیم. اگه منابع اون نداریم، مثلا یه جایی پهنای باند ما الان کلا 100 میگه ولی ترافیک دیسکریپتور من آمده گفته من 150 مگ ترافیک میخوام، میگم خب من اینجا 150 مگ رو میخوام، وضعیت موجود اینه که توی فلان لینک 100 مگ بیشتر ندارم، درچه کافی نیست و ترافیک رو نمیپذیرم.
خب حالا این میشه تئوری کلی داستان. حالا واقعا چجوری ما یه همچین تصمیمایی رو بگیریم؟ واقعیتش اینه که ادمیشن کنترل یه حوزه خیلی بزرگ و پیچیده‌ایه و مجموعه خیلی زیادی از مستندات علمی و فنی در حوزه ادمیشن کنترل منتشر شده و وجود داره و خیلی خیلی بحث سنگینیه. من وارد بحث ادمیشن کنترل به عنوان یه موضوع خیلی بنیادی و مستقل الان نمیخوام بشم، ولی کلیتش یه چند تا نکته رو میخوام بگم، یه ذره با هم ببینیم که پیچیدگی مسئله کجاست. ببینین، فرض کنین که ما موقعی که میخوایم ادمیشن کنترل انجام بدیم، بیایم پیک ریت اون ترافیک فلوها رو به عنوان مرجع در نظر بگیریم. همونطور که من توی این بحث اینجا خدمتتون عرض کردم، مثلا ممکنه ما توی یه درخواست سرویس ATM مثلا یه نفر بیاد سرویس VBR بخواد. سرویس VBR بخواد یعنی اینکه بخواد از ما اجازه بگیره که مثلا یه متوسط 5 مگابیت در ثانیه داشته باشه که بعضی وقتا 10 مگ هم بتونه ساپورت کنه. پس من بعضی وقتا یه پیک 10 مگی دارم، متوسط هم 5 مگ. حالا کنی ممکنه من بیام بگم که نرخ پیک ترافیک من باید حتما میت بشه. خب اگه یه دونه ترافیک داشتیم میخواست میت بشه، میگفتیم خیلی خوب، پیک اون ترافیک رو میخوای میت کنی، میخوای قول 10 مگ رو بدی، خب قول 10 مگ رو بدی. ولی حالا تو همین مثال فرض کنین که شما به جای اینکه یه دونه ترافیک ویدئو داشتین، 4 تا از این ترافیک های ویدئو رو داشتین و این 4 تا رو میخواستین توی شبکه ادمیت کنین، یا یه جور دیگه بگم 3 تاشو ادمیت کردین، 4می رو میخواستین بپذیرین. حالا میخوام ببینین که آیا من بپذیرم یا نپذیرم. یکی از راهایی که میتونین بکنین اینه که بیاد ببینه که جمع پیک همه اون ترافیک ها آیا از ظرفیت لینک ها بیشتر شده یا نشده. مثلا این متوسطه اگه 5 بود، این پیک 10 بود، بگه خب من 4 تا از اینا دارم، اگر که این پیک ها در مورد چند تا ترافیک همشون با هم اتفاق بیفته، من 4 تا از این 10 مگیه میخوام، پس به اندازه 40 مگ ظرفیت خالی دارم یا نه، اگه دارم برم بپذیرمش. میتونه یه پرسپکتیو ادمیشن کنترلی باشه. این مدل نگاه کردم که یعنی من بیام نگاه کنم بگم پیک اون ریکوارمنت رو آیا میت میکنم یا نه، میتونه یه مکانیزم خیلی خیلی سختگیرانه ای باشه. چرا؟ دلیلش خیلی واضحه. تو همین شکل اگه نگاه بکنیم میبینی اگه من 4 تا از اینا داشته باشم در چه شرایطی من 40 مگو میخوام، در شرایطی که هر 4 تاشون همزمان پیک بزنن. درسته؟ و شانس این که هر 4 تاشون همزمان پیک بزنن شانس خیلی زیادی نیست. درسته من اگه آمدم و گفتم من فقط در شرایطی همچین ترافیکی رو میپذیرم که سامیشن این پیکاشون کمتر از لینک بندویت من باشه، من در واقع یه جوری مثلا فرض کنید توی لینک 5 مگی اگه داشته باشم، 5 تا از این ترافیک ها که گرفتم 6می رو دیگه قبول نمی کنم. بعد میرم نگاه میکنم در دنیای واقع، میبینم من 6 تا از این ترافیک ها گرفتم، 5 تا گرفتم، 6می رو قبول نکردم، ولی بیشتر وقتا این ریت ترافیکی که من روی لاین دارم 30% بیشتر پر نیست، 40% بیشتر پر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه لزوما که این پیک ها همزمان رخ نمیداده اند. در چه وقتی شما آمدی و 5 تا یوزر رو بیشتر نگرفتی، یه مخشی از ریسورس تو در واقع حروم کرد. خب حالا ببینید یه ذره یه جور دیگه من فرض کنم اگه بخوام این کارو بکنم چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بیام اینجوری نگاه کنم، بگم که ببین این سورس های ترافیکی من ماهیتشون ماهیت آماریه. وقتی ماهیت آماریه، لزوما اون پیکشون در یک زمان که با هم رخ نمیده. حالا که اینجوریه، شاید من بتونم بیام مکانیزم ادمیشن کنترلمو یه ذره آماریش کنم. یکی از نوتیشن های نسبتا ساده ای که شما میتونین بنویسین الان اینه. فرض کنین این الان بر حسب زمان
داره نرخ رو نشون میده که داره تغییر میکنه. فرض کنید من اینو در واقع به عنوان تغییرات نرخ ترافیک بر حسب زمان نشون بدم. اون چیزی که الان اینجا میبینید در واقع N، این XAI N میشه سورس های ترافیکی من، و این سورس های ترافیکی من در واقع به صورت آماری در طول زمان رفتارشون داره عوض میشه. اون چه که من مشاهده خواهم کرد مجموع همه این سورس ها در زمانه. یعنی مثل این میمونه که شما مثلا این N یعنی 5 تا 6 تا 10 تا از این سورس ها رو کنار هم بذارین، جمع همه شون رو اسمشو بذارین استتا. خب حالا من میخوام ببینم آیا استتا قابل پذیرش توی شبکه هست یا نه. میگم به شرطی استتا قابل پذیرش توی شبکه هست که، حالا این عبارت رو گوش کنیم ببینیم این عبارت داره چی میگه. این میگه استتا منهای آر، یعنی از یه عدد فیکسی بالاتر زده باشه در یه دیوریشن خاصی، برای یه دیوریشن خاصی این از آر بزرگتر بشه، این باید از یه اندازه بزرگتر نشه، یعنی میزان اوورفلوی شما از یه ترشول باید از یه عددی بزرگتر نشه. اگه بزرگتر بشه خب وایلیت کردیم دیگه ها. این جمله اینو میگه، میگه که شما اگه بیای این کار رو بکنی، بگی احتمال چنین رخ دادی، یعنی احتمال اینکه شما از یه میزان مشخص بافرینگی که توی شبکه توی یه نودت وجود داشته به خاطر اوورشوت بافرت اوورفلو کردی، شانس اینکه بافرت اوورفلو بکنی از یه عددی کوچیک‌تر باشه. مثلا بگیم آقا از 10 به توان منهای 3 کوچیک‌تر باشه. این معنیش اینه که شما به اندازه کافی ریسورس تو شبکه داری که برهم نهاده شده یه N تا از این ترافیکا ریسورس بندویس شبکه شما رو با احتمال خیلی خیلی کمی اووردوز بکنه. اگه اینجوری بود ترافیکا رو بپذیر. این یکی منطق ترافیک پذیرفتنه که در واقع یه جور منطق کالد میشن کنترله. متوجه هستین که کاری که داره میکنه اینه که داره ریسک بیشتری میکنه، ترافیک بیشتری رو میپذیره تو شبکه ها، ولی موقع پذیرفتنش یه الگوریتم پیچیده تری رو در نظر میگیره، و اون الگوریتم پیچیده تر در واقع اینه که میگه شانس این که یه چیز بعدی تو شبکه بیش بیاد و من اگه بنز کافی کوچیکش بکنم اوکیه، شانس اوورفلو رو بنز کافی کوچیکش کنم، و شرایط پذیرفتن ترافیک رو اینجوری بهش نگاه کنم که اگه ترافیک جدید رو پذیرفتم به اندازه یه کمی تأثیر نامناسب تو شبکه داشت، حالا خوبه ترافیک رو میپذیرم و ازش، یعنی بهش سرویس خواهم داد. حالا انواع و اقسام مدل‌های استاتیستیکال برای این ترافیک مدل‌ها مطرح میشن. بر همین من گفتم ترافیک مدل حالا خیلی مهم میشه. چرا؟ برای اینکه موقعی که میخوانید آمارگان رو حساب کنید رفتار آماری این ایکس خیلی مهم میشه، و چه فرآیند ادمیشن کنترل شما تا حدود خوبی به نحوه مدل سازی این محاسبات آماری و پردازشش و حساب کردنش برمیگرد. کلن موضوع ادمیشن کنترل موضوع خیلی آسونی نیست. من اگه بخوام احساسش رو به شما بدم اینجوری بهتون بگم، اگر اینجوری بود که همه ترافیکایی که ما توی شبکه داشتیم از مدل CBR بودن، خیلی خیلی کار ساده بود ادمیشن کنترل، چون شما بندویس لینک کار داشتین و روت می‌کردین، هر وقت بندویس لینک پر می‌شد می‌گفتین من دیگه جا ندارم و روت نمی‌کنم. اما دقت کنین پیچیدگی ترافیک در شبکه ATM اینه که یه شبکه است با یه مجموعه سویچ و یه میکسی از انواع ترافیک با الزامات متفاوت رو میخواد پاسخگو باشه، و حالا پاسخ رو میخواد به این سوال بدیم که اگر یه ترافیک جدیدی رو خواستیم تو شبکه بپذیریم، اگه به من لینک پارامترهای اون ترافیک رو دادن آیا بپذیرمش یا نپذیرمش. و این خیلی کار پیچیده ایه که در حضور انواع مختلف ترافیک با الزامات مختلف راجع به ریت و تروپوت و دیلی و امثال هم
شما بتونید بگید حالا من یه جدیدی رو بپذیرم یا نپذیرم و شرط پذیرفتنش چگونه باشه. بله. این ایکس آیتا از این شکل هست. حالا از این شکل ها این تاشو پلا هم میذارین یه شکل دیگه میشه. حالا مثلا فرض کنین اون شکل دیگه رو من مثلا اینجا بکشم. حالا این شکله من میخوام بینم آیا این شکله رو من تو شبکه بپذیرم یا نپذیرم. این میشه اون اسه. این جمله داره اینو میگه، میگه این اسه از یه آری بیشتر که میخواد بشه، این که در واقع سطح زیر این منحنیه که بیشتر از این فیکس ریت هست، اگه توی شبکه واقعی این اتفاق بیفته معنیش اینه که شما از اون نرخ پهنای باندی که داشتین از یه آوتپوت لینک داشتین دارین افزایش پیدا میکنین، بیشتر میشین. خب نرخ فیزیکی اون لینکه که نمیتونه بیشتر از این بشه، پس باید چیکار کنین؟ این اندازه از دیتا رو باید بافر کنین. حالا که میخواین بافر کنین، سایز بافر شما یه محدودیتی داره. میگین مثلا من به اندازه اینقدر بایت تو سیستم میتونم بافر کنم. حالا این سوال اینو داره میگه، میگه چقدر احتمال داره که آنچه که باید بافر کنین بیش از اون حجم بافرتون باشه. اگه بیش از حجم بافر باشه یعنی این که شما قول دادین ولی نتونستین به قولتون عمل کنین، بافرتون هم اوورفلو کرده و ترافیک رو نتونستین پاس کنین، درسته؟ حالا این داره میگه من چگونه بپذیرم یه ترافیک جدیدو با این قید که این احتمال مثلا از 1000 کمتر باشه، یعنی خیلی به ندرت این اتفاق پیش بیاد. اون وقت این 1000 رو من توی سرویس لول اگریمنت هم با مشترک با هم راجبش توافق میکنیم، میگیم که ببین آقای مشترک، من به تو میام مثلا سرویس وی بی آر بهت میدم، اما پارامتر پکت لاس ریشیو رو هم یا حالا در مورد ATM سل لاس ریشیو رو با هم یه عددی تنظیم میکنیم، تو به من اجازه بده که بعضی وقتا بعضی از پکتاتو دور بریزم ولی اون وقت شانس اکسپتنس بهتری هم بهت میدم. یه ترید آف میشه دیگه، شما یه ذره تروپوت بهتر میگیرین ولی یه ذره میپذیرین که بعضی وقتا یه سلیو از دست بدین. خب من فکر کنم که این موضوع دیگرم خیلی سریع بگم. یکی از بحثای دیگه‌ای که من تو این اسلاید در واقع بهش اشاره کردم ترافیک شیپینگ و ترافیک پولیسینگ، اینو چون تو درس نتورک هم تقریبا یه اشاره کرده بودیم من خیلی سریع بگم. ترافیک شیپینگ اینه که شما موقعی که دارین ترافیکو از یه نودی به بیرونش ارسال میکنین، بیشتر وقتا موقعی که توی آوتپوت پورت یا راوتر یا یه دونه سویش دارین ترافیکو میفرستین بیرون، این ترافیکو در واقع با یه ترافیک شیپر که اما ترافیک شیپر رو تو دیتا نتورک یک با هم بحث کردیم شیپش کنیم. مثلا شیپر معروفی که داشتیم چی بود؟ اسمشو یادتونه؟ چی بود؟ لیکی باکت بود و دیگه چی؟ توکن باکت ها. این ترافیک شیپر ها معمولاً عملکردشون در واقع توی جاییه که شما یه نتورک رو به یه نتورک دیگه میخواید متصل بکنین، خروجی یه نتورک که به یه نتورک دیگه میخواد بره، معمولاً ترافیک شیپر توی خروجی میذارین. دلیل این که میذارین هم اینه که مثلا پارامترهای متوسط یا پیکتون رو کنترل کنین که نیازمندی هایی که با نتورک بعد قرار گذاشتین رو وایلیت نکن. ترافیک پولیسینگ اینه که بیشتر وقتا یه نتورکی که از یه نتورک دیگه ترافیک میگیره یا در جایی که شما در ورودی از یه جای دیگه ای ترافیک رو میگیرین، معمولاً مانیتورینگ انجام میدین که ببینین آیا آنچه قرار گذاشته بودید داره به شما داده میشه. مثلا یه مثال خیلی خیلی سادهش اینه که مثلا شما از یه اینترنت سرویس پرووایدر مثلا دارین پهنای باند میخرین، حالا اینترنت سرویس پرووایدر توی ورودی میتونه یه ترافیک پالیسینگ بذاره ببینه آیا پهنای باندی که شما دارین میفرستین توی شبکهش به اندازه‌ایه که با هم قرار گذاشته بودین یا بیش از اون اندازه ترافیک از توی کامپیوتر شما داره وارد شبکه میشه.
این ترافیک پالیسینگ میتونه اینجوری باشه که اگر بسته هایی بودن که خلاف آنچه قرار گذاشته شده بود دارن وارد یه شبکه میشن، یا تگ بشن، مثلا بگن این بسته ها بسته های اضافی هن که آمدن، که فایده تگ شدنشون اینه که اگه بعدنا توی شبکه دوم یه جای کانجسشن شد، اول اینایی که تگ دارن و بندازه دور، بگه اینا زیادی بودن از اولش هم که آمدن تو شبکه، برای همین هر وقت سرم شروع شد اینا رو میدازن دور. یا اینکه اصلا تو همونجا موقعی که وارد یه نتورک داره وارد میشه، اگه ترافیک بیش از اندازه مورد توافق بود همونجا دراپش کنه. درنچه ترافیک پولیسینگ معمولا توی ورودی های یه نتورک جدید یا ورودی های یه نتورک المنت انجام میشه و هدفش اینه که یا تگ بکنه ترافیک های خارج از اون پالیسی مورد توافق و یا همونجا در واقع دراپش کنه. معمولا توی ATM ما دوست داریم که دو تا لیمیت داشته باشیم، هم متوسط ترافیک رو و هم ماکسیمومش رو کنترل کنیم، و معمولا برای اینکه این دو تا کار رو انجام بدیم یه مکانیزم دو صفحه پیاده سازی میکنیم که توی صفحه اول این پردازنده اول در واقع یه ترافیک شیپر لیکی باکت خواهد بود و این پردازنده دوم یه در واقع توکن باکت. این ببخشید، این اولیه توکن باکت خواهد بود، اون دومیه لیکی باکت. اون توکن باکت در واقع اوریج رو ست میکنه، دومیه که لیکی باکت هست ماکسیموم رو در واقع ست میکنه. یادتون هست که توکن باکت چرا اوریج رو ست میکرد؟ توکن باکت ایدهش این بود دیگه، اگه خاطرتون باشه، میگفتیم مثل یه مثلا سطلیه که شما مثلا میگی من ثانیه یه دونه توکن به این کردیت میدم، اگه ترافیک داشت میامد ثانیه یه بسته که همون توکن یه بسته ایه، در من یه توکن در ثانیه میدم، اونم یه بسته در ثانیه میاد مصرف میشه میره. اما اگه 5 ثانیه گذشت هیچ بسته ای نیامد، بعدش که بسته ها شروع میکنن آمدن، اون 5 تا بسته اول میتونن خیلی سریعتر از ثانیه یه بسته بیان، چون توکن اونجا هست، فورا بسته ها سریع میان این توکن ها رو مصرف میکنن و میرن. در نتیجه متوسط نرخ چیزی که تو این رد میشه به اندازه نرخ توکن هایی که من میذارم. اما لیکی باکت چیکار میکنه؟ لیکی باکت میگه اصولا شما تو هر ثانیه یه بسته اینجا میتونی رد چی، اگه 15 ثانیه هم هیچ بسته ای رد نشه، ثانیه 16 هم بازم یه بسته در واحد زمان میتونی اینجا رد چی. یعنی لیکی باکت سقف رو میبری، توکن باکت متوسط رو ست میکنه. جایی که دو تا اینا رو با هم میخواین، معمولا خوبه که اول متوسط رو ست کنین، بعدن هم سقفش رو به اون میزان لازم در واقع تنظیم بکنین. در واقع بعضی وقتا پیش میاد که از توی یه توکن باکت یه برست ترافیک رد میشه، اون برست ترافیک رو توسط لیکی باکت سرش رو فیلتر میکنین و اوریجش رو، یعنی پیکش رو در واقع کنترل میکنین. در چه ست شدن این دوتا با فالو کردن دوتا کیو با پلیسی های مختلف قابل انجام است. خب من فکر کنم که پکت اسکیجولینگ رو بذاریم جلسه بعد رو بسو بریم. خسته نباشید.